درود بینندگان گرامی در برنامه صحبت روز در اطراف حیوزی اجتماعی اهالی نفقه و سغورته معیوبان امروز صحبت خواهیم داشت با نمایندگان این ساختارها بیاید مهمانان را برای شما معرفی میکنیم ولیف دوران سردار ریاست تأمین سیاست سغورته اجتماعی و نفقه یوسفزاده فخریدین سردار شعبه خدمت رسانی اجتماعی و کار با اتحادیه جمعیتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی سردار شعبه مانیتورینگ و تحلیل ساحه حفظ اجتماعی اگنتی دولتی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی دولت نظرف امام نظر و از تشکیلات جمعیتی جوانان دارای معیوبیت نایل فاطمه شمسالدین زاده و برنامه خوش آمدید. سر اول میخواستم اوید به ماده دویم قانون جمهوری تاجیکستان درباره معیوبان کمی به بینندگان شرح میدادید که چی ها آمده است و چی حقوق عهده‌داری ها دارند. قانون درباره حفظ اجتماعی معیوبان که سال 2010 تحت رقم 725 قبول شده بود میتوان گفت که یک سند معیاری حقوقی تنظیم کننده حقوق و کفالت های معیوبان به حساب می رود که درک از عملی شوی کنوینسی سازمان ملل متحد آید به حقوق های معیوبان می داد. هرچند که جمهوری تاجیکستان یعنی از جانب رهبر کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2018 در عرفه تجلیل جشن بین المللی نوروز کنوینسی آید به حقوق های معیوبان سازمان ملل متحد به امضا رسانیده شد ولی می توان گفت که علاقه در سال 2010 و پیش از وی در کشور سندهای معیاری حقوقی عمل می کردند که سرچشمه از این کنوینسی می گفت و قانون درباره حفظ اجتماعی معیوبان نیز در دایره همین سندهای معیاری حقوقی می باشد و طوری که از نام خود قانون برمی آید قانون تنظیم کننده کفالت و حقوق های معیوبان می باشد و همه در دایره امکانیت هایی که کشور ما دارد حقوق و کفالت ها برای معیوبان در این قانون پیش بینی شدند. مثلا قانون معین میکند مقرر کرده است که برای معیوبان تحصیل چی در مؤسسه های مکتبی چی در مؤسسه های مکتبی چی در مکتب های عالی در برابر دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان چون این امتیاز حقوق داده شده است. حقوق به تحصیل، حقوق به استراحت و حقوق حتی به منزل که از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروندان پیش بینی شده است برمی آید در این قانون تنظیم خود را یافتند. و همین قانون هایی که شما گفتید امروز چگونه عملی می شود؟ قانون ها مخصوصا قانون درباره حفظ اجتماعی معیوبان از سال 2010 که قبول شده باشد تا به امروز تدریجا عملی گردیده استفاده است. امروز برای همه امکانیت ها برای معیوبان فراهم آورده شده است و طوری که خود شما آگاه هستید در هر یک پیامی که از جانب سرور دولتمون به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به خلق کشور ارائه می‌گردد معیوبان موضوع اساسی این پیام را در بر می‌گیرند، یعنی توجه خاصه برای معیوبان در اینجا ظاهر می‌گردد و با به امضا رسانیدن کنوینسی کنوینسی سازمان ملل متحد آید به حقوق معیوبان امروز نقشه عملی یا نقشه تطبیقی همین کنوینسی علاقه قبول گردیده است و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با دیگر وزارت و اداره ها مسئول بهر تطبیق بندهای مشخص این نقشه عمل ها آید به تطبیق کنوینسی سازمان ملل متحد آید به حقوق معیوبان چاره بینی های مشخص را عملی گردانیده استادن. خلاص من می توانم جنبس کرده بگویم که همه سندهای معیاری حقوقی که به خاطر تامین حقوق و کفالت ها و امتیاز های
پیش بینی نموده برای این کاتگوری آسیب پذیری اهالی در عمل تطبیق گردیده ایستادند. تشکر زیاد. و اینجا میخواستم باز درباره کدام حقوق ها امروز حقوقی که معیوبا مثلا دارن پایمال کرده میشود. البته نمیتوان گفت که در جای قسمان از جانب یک نفر این حقوق ها پایمال نمیشود. نمیتوان این کار کرد. چون در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در یک هفته دو روز، هم روز سه شنبه و هم روز شنبه، روز قبول شهروندان راه اندازی میگردد که از جانب وزیر محترم شهروندان قبول کرده میشن. و بسیار دلیل های هست که معیوبان میآیند و ما مراجعت میکنند که به یک مقامات محلی مراجعت کردن و در آنجا به سخنشان گوش ندادن، اعتبار ندادن یا پای حل مشکلشان کوشش به خرج ندادن. انا همین عمل شهادت اون است که در جای از جانب نفر حقوق های معیوبان عموما حقوق شهروندی پایمال گردیده است. و چون طبق مقررات قانون در باره مراجعات های شهروندان هر یک مقامات، هر یک راهبر وظیفه دارد که بهر حل مشکلات مراجعات کنندگان مخصوصا معیوبان کوشش به خرج دهد. هنگام تحصیل ها با این عمل ها تحصیل معیوبان واخوردن ممکن است. هنگام به کار قبول نمودن معیوبان مخصوصا همین مشکلات امروز وجود دارد. هرچند که در این مسئله سرور دولتمون بسیار توجه خاصه دارند که معیوبان نیز با شغل فرا گرفته شوند و حتی طبق سفارش های سرور دولت بسیار معیوبان را به ساختارهای گوناگون مخصوصا به مؤسسه های بانکی به کار قبول نمودند. اما متاسفانه امروز دلیل هایی هستند که هنگام مراجعت با نظر داشت آن که این شهروند تاجیکستان معیوبیت دارد و به کار قبول کرده نمی شود. این البته پایمال کنی حقوق معیوبان گفته می توانید. سلامت باشد. و اینجا میخواستم به تشکیلات جمعیتی جوانان دارای معیوبیت نائیر یک سوال داده باشم و این سوال به همین قانون ها ربط دارد. برای عملی نمودن حقوق های شخصان دارای معیوبیت تشکیلات شما چه کارها را انجام می دهد؟ تشکر زیاد. تشکیلات جمعیتی جوانان دارای معیوبیت نائیل که از سال 2017 این جانب فعالیت خود را در حدود جمهوری تاجیکستان براه مانده است و این تشکیلات جمعیتی جمهوریوی می باشد، مقصد آن حمایه حقوق و منفعت های شخصان دارای معیوبیت می باشد و همین مقصد خود را ما توسط رساندن یاری حقوقی رایگان به شخصان دارای معیوبیت، همچنین حمایه نمودن آنها در مقامات های دولتی از جمله مقامات های حفظ حقوق، مقامات های سودی انجام می دهیم و عریضه های دعواگی ترتیب می دهیم. اینچنین اشتراک می کنیم در بحث های آنها که تا سود حل خود را یعنی پیدا کرده می توانند، این را می دهد سمیگن. در همین سمت ها ما اشتراک می کنیم و مراجعت کنندگان ما شخصانی معیوبیتی گوناگون داشته می باشد، از جمله شخصانی که معیوبیتی جسمانی دارند، شخصانی که معیوبیتی نابینایی دارند، شخصانی که معیوبیتی نشنوایی دارند. ما مسئلات حقوقی می رسانیم و آنها را در همین مقامات ها حمایه می کنیم، ایدی پرابلم و مشکلات های آنها عریضه ها ترتیب می دیم، همراه آنها در مقامات ها اشتراک می کنیم و ایدی آن که حقوق و منفعت های آنها عملی شود و در جایی که حقوق و منفعت های آنها پایمال کرده می شود آنها را حمایه کرده باشیم و امکانیت می دیم که آنها یعنی حقوق های خود را در سطح ضروری با شخصان دیگر، با شخصان بی معیوبیت عملی کرده توانند. امروز چقدر مثلا معیوبا برای شما مراجعت کردند و تا کدام اندازه شما توانستید که به آنها کمک رسانید؟ از سال 2017 این جانب تشکیلات ما بزیده از 5000 شخصان دارای معیوبیت مسئلات های حقوقی می دهد. در سال زیاده از 1000-1200 نفر ما مسئلات های حقوقی می رسانیم و ما نه تنها این مسئلات های حقوقی را در اداره خود، همچنین مسئلات های حقوقی سیار می گذارنیم که در شهر و ناحیه ها، در جماعت های دوردستی وطن عزیزمون رفته با شخصان دارای معیوبیت، با شخصان بی معیوبیت داشته وا می خوریم و آنها را در برای حقوق و امکانیت هایی که امروز قانونگذاری جمهوری
پاکستان برای آنها فراهم آورده است یعنی که معلومات میدهیم و مراجعات خیلی زیاد است از جانب شخصان دارای معیوبیت راست گپ شخصان دارای معیوبیت توسط تلفن نیز به ما مراجعات میکنند حتی هستند نفرانی که عموما به اداره مدن نمیتوانند و زنگ میزنند ما کوشش میکنیم که همراه آنها در منزل استقامتیشان واخوریم در جایهایی که آنها بوده باشد دائمی دارن با در آنجا واخوریم مقصد آن است که ما آنها را فراگیر باشیم و آیدی پرابلم های آنها بی‌طرف نباشیم آنها را گوش کرده باشیم و مسئولیت های حقوقی خود را داده باشیم همچنین تشکیلات ما در شهر ناحیه های جمهوری یک چاره‌بینی دیگر را آید به آماده کردن پر حقوق شناسان گذرانید یعنی که آماده کردن بین شخصان دارای معیوبیت که در جامعه فعال هستند آماده کردن آنها برای رساندن یاری حقوقی اولین درجه یعنی که آنها شخصانی که با پرابلم و مشکلات حقوقی دچار می شوند و این نفرانی که حقوق شناس نیستند مراجعه میکنند و این حقوق نفرانی که دانش حقوقی یعنی که ترنینگ های حقوقی را گذاشتند با شخصانی پرابلم و مشکلات حقوقی داشتند مسئلات حقوقی اولین درجه رو داده آنها رو به نزد حقوق شناسان کسبی سفربر می نمایند یا اینکه به تشکیلات ما تشکیلات نوئل سفربر می نمایند ما رو سیگاب کوشش میکنیم چی طرزی که نباشد به آنها مسئلات حقوقی داشته باشین و در جایی که ما اگر به آنها مسئلات حقوقی با صفت پوره یعنی که ترتیب دادن عرضه های دعوگی ما نتوانیم یعنی که آنها در نوحیه دوردست باشند ما در شهر دوشنبه آنها رو روانه میکنیم به نزد حقوق شناسان مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی که در شهر نوحیه ها امروز مسئلات حقوقی رایگان رو براه ماندن و کوشش به خرج میدیم که حقوق و معافیت های شخصان دارای معیوبیت رو حمایه کرده توانیم و باید گفت که ما تشکیلات نخستین یگانه می باشیم در تاریخ جمهوری تاجیکستان که مخصوصا سمت فعالیت ما به حمایه حقوق رساندن یاری حقوقی به شخصان دارای معیوبیت روانه شده است و باید گفت که همین چاره‌بینی هایی که ما میگذرونیم از جانب شخصان دارای معیوبیت رسانده میشن یعنی که حقوق شناسان ما شخصانی هستند که معیوبیت دارن و آنها یعنی آنها خوبتر درک میکنن خوبتر درک میکنن و آنها همین خدمت رسانی رو با شخصانی دارای معیوبیت میرسونند همچنین ما حقوق شناسانی داریم که در مقامات های سودی و مقامات های حفظ حقوق با آنها اشتراک میکنند و این حقوق شناسان ما از بین جوانان بی معیوبیت هستند یعنی باید گفت که تشکیلات ما تشکیلات فراگیر است یعنی که هم شخصانی جوانان دارای معیوبیت و هم جوانان بی معیوبیت که حقوق شناس هستند در تشکیلات ما کار میکنند و آنهایی که معیوبیت دارن یاری حقوقی استاتسنری میرسونن و آنهایی که معیوبیت ندارن آنها یاری حقوقی عملی در مقامات حفظ حقوق میرسونن میگفتید که همین شخصان دارای معیوبیت بیشتر با کدام پرابلم ها امروز روبرو میشون تشکر زیاد پرابلم و مشکلات شخصان دارای معیوبیت بی‌نهایت زیاد است مخصوصا در ساحه حفظ اجتماعی در ساحه گرفتن نفقه در گرفتن مثلا قطعه زمین در نداشتن منزل استقامتی بحث های اویلوی رویانیدن الیمنت بحث های منزلی گرفتن میراث و عموما سمت هایی که اکثر شخص بی معیوبیت می تواند به همین مشکلی دوچار شود شخص دارای معیوبیت نیست به همین مشکلی دوچار می شود لیکن نو بحث از این باز شخصان دارای معیوبیت با پرابلم های مشکلی های عملی نمودن حقوق های اجتماعی خود را دارند همچنین در گرفتن نفقه مشکلی ها دارن همچنین برای پیدا کردن جای کار مناسب مشکلی ها دارن اکثریت شخصان دارای معیوبیت امروز معلومات نو هستند و تحصیل فرا گرفته شدن خوشبختانه برای گرفتن تحصیل برای شخصان دارای معیوبیت در جمهوری تاجیکستان شرایط به نهایت خوب فراهم آورده شده است لیکن پس از گرفتن انجام دادن تحصیل بس پس از گرفتن دیپلم که آنها متخصص هستند امروز در پیدا کردن جای کار مشکلی پیش می آید نزد آنها یعنی که هنگامی با کار موفق پیدا کردن مشغول شدن انامون حجت معیوبی که به آنها گروه معیوبی را می دهد در همین حجت به شخصان دارای معیوبیت نوشته شده است که آنها کارنشویم هستند که این چیز نیز مانع می شود صدی روحی آن شخصی که مثلا از عهده کار می برد خودتان قضاوت کنید که وقتی که شخص
توانست مکتب عمومی رو ختم کند، دانشگاه رو ختم کند، با دیپلمی صاحب کسب میدن متخصص گفته اون رو به بازار مهنت وارد میکند و همین حجتی که با گروه معیوبی رو داده است او رو محدود میکند، قابلیتش رو در کار کردن که با او تعمقه گذاشته شده است که او کرنشایم است و همین چیز مانع میشه. ما چی پیشنهاد میکنید؟ امروز شخصان دارای معیوبیت با کار مشغول شده نتوانند. خوشبختانه این پرابلم کمی هم باشد راه حل خود را پیدا کرده است که کمیسیای تشخیص طبی امروز با شخصانی که عین زمان از کمیسیا میگذرند همین خل تعمقه گذاری کردن نمیشود و در همین حجت معیوبی نوشته میشود که شخصی که وابسته به قابلیت خود با کار مشغول شده میتواند. اما آن نفرانی که تا این دم همین حجت معیوبی را گرفتند علاقه صاحب کسب هستند آنها با همین مشکلی چور میشن. اینها کی هستن؟ اینها علاقه جوانانی هستن که صاحب دیپلم هستن. من بسیار پیشنهاد میکردم که همین مسئله هنگام هر ساله تشخیص طبیه که از جانب خدمات گذرانده میشود برای شخصان دارای معیوبیت همین در اساس همین معرکه از نو دیدن همین حجت ها براه مانده شود که آن نفرانی که علاقه کار میکنن، علاقه صاحب کسب هستن یا که در جستجوی کار هستن یا که علاقه متخصص هستن حقلن با همین حجت های همینو تغییرات وارد کرده شود که تعمقه گذاری که کارنوشایم است برداشته شود یا که با ترس دیگر آورده شود که مانعی صدی راهی پیدا کردن جای کار با شخصان دارای معیوبیت نگرده، چون که وی معیوبیت دارد وی با یک عذاب و مشقت مثلا مکتب رو ختم کرده است، دانشگاه رو ختم کرده است، متخصص شده است، برای پیدا کردن جای کار همین یک جمله صدی راه می شود که وی نمیتواند کاری که متخصص است اون کار رو انجام دهد، حالان که کارفرما راضی است رو با کار گیرد. همین حجت معیوبی سبب می شود که کارفرما هم حیران می شود که من چخیل این نفر رو با کار گیرم که در حجت معیوبی کارنشوی هم اومده است، حالان که وی قابلیت کاری دارد. خیلی خوب قید کردید. مرحبا. می خواهم اضافه کنم وزارت در حقیقت این مشکلات را وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان درک کرده است و علاقه لایحه تغییرات ها به دستور عمل تشخیص طبی اجتماعی وارد کرده شده است و در بررسی قرار دارد و هنگام قبول شدنش این مشکلات یعنی که تعمقه گذاری با معیوبی که وی از یک جهت می تواند که قابلیت کاری دارد برهم می خورد و در اینجا البته پیش بینی می شود قدم به قدم تدریجا هنگامی از تشخیص گذرانیدن معیوبانی که حجت معیوبی دارند و در آنجا کارنوشایم نوشته شده است تدریجا عوض کرده می شود و این مشکلات حل خود می یابد. خیلی خوب. و اینجا سردار ریاستی تأمین سیاست سغورتای اجتماعی و نفقه ولیف دوران اشتراک دارند و من میخواستم که اویدی ان همین وظیفه و عهده‌داری های حفظ اجتماعی به معیوبان رو شرح دید. وظیفه های اگیتی سغورتای اجتماعی و نفقه خیلی معدود بوده، تنها در سمت تأمین نفقه به معیوبان در بر میگیرد در صحبت ما و قانون در باره نفقه سغورتوی و دولتی را معین کرده است که با کدام اندازه در کدام حالت نفقه تعیین کرده می شود. اساس برای تعیین نفقه این پیش از همه همون شهادت نامه ای که گروه بندی معیوبی یعنی تصدیق معیوبی پس اساس می یابد برای تعیین نفقه و باید قید نمایم که در ترتیبی تعیین نفقه مشکلی زیاد از چی عبارت است؟ شما میدونید که از 1 ژانویه سال 2017 در اساسی اصلاحاتی گذارنده شده قانون نو در باره نفقه سغورتوی و دولتی قبول شده حالا در اساسی آن نفقه تعیین می شود. نفقه سغورتوی این چی معنی دارد؟ تنها شخصی که سغورته شده برای خودش زمینه گذاشته است یعنی سهمای سغورتوی سپرده است کارفرمای خودی او با او یک شکل معین سرمایه نفقوی پیدا کرده شده با فرموله مخصوص نفقه تعیین میگرد. لیکن اکثریت معیوبان یا کودکی تا 18 ساله و سابقه کاری ندارد یعنی سرمایه شرطی ندارد و در این مورد
نفقه قانون مقرر میکند که نفقه اجتماعی از حساب مبلغ های دولتی معین کرده شود و در این حالت تنها یک زمینه گذاشته می شود، یعنی اندازه حد اقل نفقه که از وای نفقه حساب کرده می شود. و طوری که شما می دانید سال 2020 در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 آگوست سال 2020 رقم 1580 نفقه زمینوی در اندازه 207 سومانی و نفقه نهایی در 978 سومانی برای یک نفر است. یعنی این نشان داد اساس می شود برای تعیین نفقه. این مبلغ برای یک ماه زندگی کردن شخصیت می رسد. سال 2021 مخصوص برای مایبان باز فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول گردید که شخصان مایبیت شد اندازه نفقشون زیاد کرده شد و 20% زیاد کرده شد، برای گروه یک 50% زیاد کرده شد، باز هم از نشان دهنده حد اقل نفقه یعنی 103 بالا باشد. نفقه میانه مثال گروه یک از 300 زیاد است، از 311 تا 370. یکان لایحه دارین شما در همین سوغورتای اون نفقه که کنی روشت؟ بله. چی لایحه داره؟ برای چی پیشنهاد نمیکنین که مثلا همون پیشنهاد میکنین؟ چی لایحه پیشنهاد شده است؟ نه اگر که وای کنیم از سال 14 تا سال 2019 اتحاد اروپا ما در کمک رسانید برای زرودن همین اصلاحات. من نتیجهش این همین قانون است. نتیجهش قانون است. عملی شبیه همین قانون چگونه امروز برای ما شده است؟ من نمیگویم که قانون همه مشکل های برطرف میکند، یعنی نیاز دارد برای تکمیل و چکلی که با معلوم است، با متخصصان معلوم است سال 2021 ماه دکبر تغییرات وارد کرده شد و یک قطار قانون ها از اون جمله با قانون در باره نفقه سوغورتی و دولتی نسبتی مشخص نمودن معیارها و ترتیبی تامینات نفقه. ساحه نفقه همینطور بسیار جبهه هست که همه نازکی های هر یک گروه یا گروه علایده باید بینوبت گرفته، لیکن متاسفانه تا حال به طور مشخص نوشته نشده است و ضرور است که از طرف اگنتی سندهای معیاری زیرقانونی قبول شود و ما در این سمت نیز کار کرده استیم. اینجا دولت نظرف، امام نظر اشتراک دارند و می گفتید که ساختار شما امروز به اهالی چگونه کمک می رساند؟ اگر وزارت تندرسی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان سیاست حفظ اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان را پیاده نماید، اگنتی دولتی حفظ اجتماعی یعنی تطبیق کننده همین سیاست محسوب می آید و در جمهوری تاجیکستان چون یک تطبیق کننده سیاست اجتماعی معیوبان و شخصان یک اوتنها مویله های کمزوار یعنی فعالت کرده است و در ساختار اگنتی دولتی حفظ اجتماعی تا به هنوز هستن خونه اینترنت ها برای پیرانسالا و معیوبان، هستن خونه اینترنت ها برای بیماره های روحی، یعنی دو تعداد خونه اینترنت در یک تجربه در ولایت سور و در ولایت ختم نوحه غاسه و جبو رسولی ولایت سور. تمام خونه اینترنت ها یعنی تعداد همین کت جوی ها با شماره 1355 کت جوی تحصیل داده شده است و در این خونه اینترنت ها یعنی طبق نظام نامه طبق دستور عملی که راه اندازی شده است، یعنی شخصانی که یکه و تنها شخصانی که امکانیتی خودشون مستقلانه خودشون دیداره کرده نمیتونند، البته توسط بخش های حفظ اجتماعی یعنی به خونه هاشون رفته در اساس سند ترتیب داده شده شخصان مسئول پیشنهاد کرده میشن و این شخصان در اساس راحت اگنتی دولتی حفظ اجتماعی یعنی به خونه اینترنت ها جایگیر کرده میشن. به هر یکی شما تشکر میگویم که در برنامه ما اشتراک کردید و اینجا میرسیم به انجام برنامه.
نگفتنم اوند که معیوبیت داشتن این فرجامی زندگی نیست چون به یگان شخصیت کفالت داده نمی شود که یک عمر سالم و بردم زندگانی میکند.